آقای شجاع‌الدین شفاست. دوستان تشکر میکنم، به خصوص از اینکه امروز لطف کردن و در این مجلس بیشتر میل دارم اسم مجلس خانوادگی روش بگذارم تا مجلس رسمی دانشگاهی شرکت فرمودم. و اگر با تمام اینها دعوت انجمن فرهنگ ایران رو برای سخنرانی اونم در این محل دانشگاهی و کمال میل قبول کردم، برای این بود که فکر میکنم مطالبی که امروز میخوام اینجا با حضورتون مطرح بکنم مهمتر از اون هستند که فقط با یه مقاله یا یه مصاحبه روزنامه‌ای یا اینا حقش ادا بشه. در مورد عده از دوستان، عده برادرانه است، در مورد عده پدرانه، مورد عده‌ای هم پدر بزرگانه، مثل نوه خود من که در اینجا هست و من اصرار داشتم که میل داشتم که بیاد، برای اینکه شاید این خاطره گفتگوی پدر بزرگش بعدها براش ارزش داشته باشه. بعد از این مقدمه اجازه بدید از یک شخصیت بسیار عالی مقام فرهنگی فرانسه در همین 50 ساله اخیر می‌خونم که در همین سوربن باش آشنا شدم، افتخار آشناییش رو داشتم و او البته الان دیگه نیست. اشارم به رونه گروسه، مورخ و آکادمیسیان و نویسنده مشهور فرانسوی است که یقین دارم یا همگی یا قسمت اعظمتون با شنیدید یا واسطه آشنا است. اون چیزی که به خصوص باعث این ذکر خیر من میشه اینی که یکی از عالی قدرترین دوستان ایران بود، دوستان فرهنگ ایران بود و آخرین کتابی که از اون منتشر شد به اسم لام دول ایران، یکی اثر دست جمعی بود از بزرگان فرانسه و اروپا درباره ایران و فرهنگ ایران اینا، که او یه مقدمه برش نوشته بود و در این مقدمه با یه جمله تمام شده بود که من از همون زمان تا حالا این همیشه در گوش من هست و همیشه مثل این که یک راهنمایی و یه دستورالعملی برای من هست و برای همه باید قاعدتاً برای همه. این جمله شو من ترجمه کردم و به خدمتتون میخونم تا بدونید که چرا اسم این آدم رو بردم و چرا با اسم اون شروع کردم. میگه من از بررسی های خودم به این نتیجه رسیدم که ملت ایران در سپیده دم تاریخ خودش مشعل فروزانی را از دست تاریخ جهان تحویل گرفت. با این تعهد که آن را تا شامگاه تاریخ همچنان فروزان در دست خود نگاه دارد و هیچ طوفان و گردبادی امکان بر زمین گذاشتن آن را نداشته باشد. برای ما، ملت ما، خب واقعا هم غرور انگیزه هم مسئولیت برانگیز و این مسئولیت رو تا اون حدی که مربوط به خود من به عنوان یک عضو کوچیک جامعه فرهنگ می شده من همیشه در نظر داشتم. احساس منم خوشبختانه در همه مدت این بوده که در تمام طول تاریخ ملت ما به این رسالت وفادار مونده، در بدترین شرایط و در بهترین شرایط، حتی در دوره‌های بسیار ویران کننده مثل حمله اسکندر، مثل حمله عرب،
مثل حمله مغول، مثل حمله تاتار، باز هم اگر همه چیز ما دست رفت، این مشعل داریمون دست نرفت. یعنی ملت ما، جامعه فرهنگی ما این مشعل رو در دست داشت، حتی در بدترین شرایط. مثلا در دوره مغول سعدی به وجود اومد، در دوره تیمور و تاتار حافظ به وجود اومد، کسانی در تاریکترین شرایط این فروغ رو بیشتر جلوه کردن. و اگر حالا به خصوص به این اشاره میکنم، برای اینکه میبینم، احساس میکنم که متاسفانه در دوران ما الان داره برای اولین بار خطر این پیش آمده که این مشعلداری رو، این رسالت رو اجباراً یا ترک بکنیم یا دستمون گرفته بشه. چرا؟ برای اینکه شرایطی که الان در جهان ما برقرار هست شرایطی نیست که در تمام این دوران‌های گذشته بوده. یکی این توسعه عجیب وسایل ارتباطی و خبری و اینکه هر اتفاقی، هر بدی، هر خوبی در هر جای دنیا بلافاصله در تمام جای دیگه منعکس میشه. و دیگری اینی که ما در حال حاضر با بزرگترین مهاجرت دوران تاریخمون روبرو هستیم. در تمام تاریخ گذشته ما فقط یک بار یه همچین مهاجرتی در مقیاسی بازم ابعاد خیلی کمتر اتفاق افتاد و اون زمان حمله عرب بود و عده‌ای از گروه از زرتشتیان که زیر بار عرب نرفتند و ایران رو به سمت هند ترک گفتند، با این تفاوت که اونها در اون موقع دست جمع به یه جای معینی رفتند و زبان و فرهنگ و رسوم و آداب و مذهب ایناشون رو با خودشون همراه بردند و یک ایران کوچک در هند ساختند. در این دوران دوم ما بین 1 و 2 میلیون نفر حداقل که آمدن بیرون، اینا در قریب 50 مملکت جهان، دقیقا در 48 مملکت پراکنده شدن. در داخل فرهنگ های مختلف و به صورت اقلیت های بسیار کوچک. یک سال، دو سال اگر میگذشت اشکالی نبود هنوز، ولی 25 سال میگذره از این جریان و در این مدت یک نسل تمام به دنیا آمده در داخل نه تنها در داخل مملکت، در خارج مملکت. کسانی بود که اگر در اون موقع 2 سال، 3 سال، 4 سال بود داشتن، الان کمتر از 30 سال دارن و کسان زیادتری که در این مدت به دنیا آمدن در خارج که اصلا در حدود همین 25 سال و کمتر رو دارن. در دنیا هم همین اتفاق افتاده، یعنی در این مدت 25 ساله اخیر نسل تازه‌ای رو کار اومده که از لحاظ آمار سازمان ملل متحد بیش از 50% از تمام جمعیت 6 میلیارد نفری دنیا رو، 6 میلیارد و 300 میلیون نفری الان دنیا رو دقیقاً تشکیل میده. نسل جوان ایرانی از وقتی که چشم باز کرده ایران رو از طریق، مثل همه نسل جوان دنیا هم در شرایط مساوی، ایران رو فقط از طریق رسانه‌های گروهی شناختن. در تمام اینها اون چیزی که بهشون از ایران ارائه شده همین بوده که ما خودمون در 25 ساله از ایران می‌بینیم. مملکتی که به حکم تاریخ اولین اعلامیه حقوق بشر رو در 2500 سال پیش توسط کوروش کبیر صادر کرده و الان متن اعلامیش هست، در سازمان ملل هم نمونش هست، اصلش هم در بریتیش موزئوم هست، این مملکت الان هر سال یک محکومیت تازه به عنوان به خاطر نقض حقوق بشر از سازمان ملل متحد دریافت میکنه.
مملکتی که خواستگاه بزرگترین گروهی از بزرگترین نویسنده ها، سخنوران، متفکرین، اندیشمندان دنیا بوده، خواستگاه فردوسی ها، سعدی ها، ابن سینا ها، رازی ها، خیام ها، مولوی ها، حافظ ها بوده، الان زندان، بزرگترین زندان جهانی نویسندگان و روزنامه نویسان شناخته شده. الان از لحاظ اینجا من ارقامش آوردم، نمیخوام اشاره بکنم، بنیم از رو این بخونم، ولی الان از نظر شماره اعدام ها بعد از چین اول شده. این اعلامیه است که 3 روز پیش آمنستی اینترنشنال انتشار داد که بعد از چین ایران دومین مملکت داره از لحاظ تعداد اعدام شدگان. حالا با این تفاوت که چین 1,300,000,000 جمعیت داره و ایران کمتر از 70 میلیون، و در مقایسه اگر نسبت بگیرید، نسبت مال ایران خیلی بیشتر از مال چینه. از لحاظ تروریست پروری همینطور، از لحاظ گروگانگیری همینطور، از لحاظ فساد مالی همینطور، از لحاظ تعداد خودکشی ها، تعداد مواد مخدر، تعداد بیماری های روانی و امثال اینا همینطور. آقای از لحاظ زندانی، آقای رئیس دیوان قضایی کشور، یعنی بالاترین مرجع کشور، آقای شاهرودی رسما اعلام میکنه که ما 1,000,000 نفر زندانی داریم. یعنی از هر 70 میلیون نفر، از هر 70 نفر، کمتر از 70 نفر، یه نفر زندانی است. رادیو RFI روز 3 مارس نقل کرد از یک وزیر ایرانی، یعنی وزارتخانه ایرانی، که من اسم یادم نمونده کدوم وزارتخانه، که در حال حاضر 12 میلیون نفر معتاد در ایران وجود داره. به قسمت اعظمش جوان ها هستن. و همون وزیر یا وزارتخانه گفته بود که در حال حاضر سالانه بین 2 تا 6 میلیون تن مواد مخدر در ایران مصرف میشه. در هر 57 ثانیه یک نفر به جرم مواد مخدر به زندان میره. همینطور در مورد متاسفانه آمار دیگری که در مناسبت روز زن، یعنی 8 مارس، یک مؤسسه خبرگیری ایتالیایی با گزارشی در دور جهان تنظیم کرده بود داده، تعداد الان 5,000,000 نفر در ایران از راه فحشا زندگی میکنن و این هم غالبشون دخترها و جوانی هستند. سن متوسطشون اگر قبلا 28 سال بوده، حالا 20 سال شده، ولی قسمت زیادی دخترهای 13 ساله بینشون وجود دارن. و همون گفته بود که لااقل 100,000 نفر از زنای ایرانی و دخترای ایرانی در کشورهای عربی قاچاق رفته اونجا خرید و فروش میشن. باند مافیایی که اینا رو اداره میکنه سالی 1,000,000,000,000 از مافیای ایرانی و عربی که اداره میکنه استفاده میکنه. همین رادیو چند روز پیش از قول، یعنی مصاحبه‌ای به خانم شیرین عبادی، نقل میکرد که رادیو بچه های خیابانی که اینها الان 10,000 بچه خیابانی در از همون نوعی که در برزیل ما میشنویم در خیابان هستن که از صبح تا غروب با یا با واکسنی یا با اتومشوری اینا و یا با جیبوری زندگی میکنن. در این شرایط دیگه این جامعه رو، این جامعه برون مرزی رو نمیشه ازش خواست، یا جامعه درون مرزی رو، که این حرفکار مشعلداری تمدن رو به عهده بگیره و حفظ بکنه. دنیای ما الان 6 میلیارد نفر، همونطور که عرض کردم، بیشتر جمعیت داره. به ارقام سازمان ملل بیش از نصفش جوان هستن، جوانای کم زیر 25 سال. این جوان ها از مملکت ما همینو دیدن، همینو شنیدن، همینو خوندن، هیچ چیز دیگه مثلا ندارن. ممکنه خونده باشن که یک مملکتی به اسم پرشیا بود
که رئیس این مملکت در کتاب آسمانی که برای 3 میلیارد از مردم جهان، یعنی نصف مردم دنیا، مردم مسیحی، 2 میلیارد مسیحی، 1 میلیارد و 200 نفر مسلمان و چند 15 میلیون یهودی، کتاب آسمانی حساب میشه، حالا هست یا نیست، به هر حال طبق پندار همه اینا کتاب آسمانی حساب میشه. در این کتاب آسمانی از پادشاه این مملکت به عنوان مسیح خداوند اسم برده شده و خود خداوند حرف میزنه و میگه این مسیح منه برای اینکه عدالت رو در روی زمین برقرار کنه، برای اینکه آزاد محرومان رو آزاد بکنه، برای اینکه نظم رو برقرار بکنه. در همینجا در باز میشنوه که در مذاهب که این کشور در جهان فرهنگ چه کارها کرده، چه کارها کرده، تحقیقاتی که اینا خودشون کردن که بعد خدمتتون میگم. این شاید اینو بشنوه، شاید بشنوه از بزرگان خودش، مثلا در مدرسه‌اش بخونه که فرانسیس گوته میگه که من افتخارم اینی که مریدی از مریدان حافظ شیراز باشم. شاید خونده باشه که امرسون میگه که در تمام ادبیات دنیا یک کتاب هست که با انجیل برابری میکنه، اونم گلستان سعدی است. شاید شنیده باشه که کتاب خیام، ربات خیام که ترجمه آزادش به انگلیسی از فیتزجرالد نوشته شده، دومین کتاب آزاد تیراژ بعد از انجیل در دنیا انگلیسی زبان، حتی قبل از آثار شکسپیر. ولی اصلا تصور نمیتونه بکنه که این پرشیای مفتخر بلند آوازه اینطور همون مملکت بدبخت جهان سومی مفلوکی باشه که الان هر روز حکم محکومیتی برای صادر میشه، هر روز به عنوان متجاوز به حقوق بشر مورد اعتراض قرار میگیره، هر روز دل میفرستن که آقا ببینیم که زندانای تو شما چطوره، چی شما چطوره. این شرایط شرایطی نیست که ما بتونیم این مشعلداری ادامه بدیم، ولو اینی که 3000 سال نیاکان ما این کارو در بهترین شرایط کرده باشن. ولی ببینیم خودمون الان به صورت یک مشاوره خانوادگی که آیا این جوانهای ما و این جوانهای دنیا، این جوانهای دنیا، معذرت میخوام، تذکر این خیلی مهمه از این جهت که در آینده ما با دنیای سرکار داریم که این جوانها اداره خواهند کرد. به حکم تاریخ از 3 میلیارد جوانی که نصف جمعیت 6 میلیارد دنیا تشکیل میدن، اینها تا 10-15 سال دیگه خواه و ناخواه و به حکم جبر زمان اینا زمامدار ممالکشون میشن، زمامدار همه چیز، و اینا باید ایران ما رو با ایران ما سرکار دارن. خانه ها به عنوان یکی از ممالک خانواده دنیا، اون ایرانی که اینا میشناسن همین ایرانی است که الان میشناسن، مثل جوانای خودمون، همین ایرانی است که ما خودمون هم داریم میشناسیم. بنابراین تا 15 سال دیگه اگر کاری صورت نگیره برای اعاده حیثیت ما، حیثیتی که حقمون هست، شایسته ما هست و الان از ما موقتا گرفته شده، ولی دنیا نمیدونه که موقتا گرفته شده. ما میدونیم که این 25 سال یک پرانتز بیشتر نیست در بین 2500 سال. ولی دنیا که این نمیدونه، نسل جوان که نمیدونه، شاید دنیای اونا که آره اداره میکنن باز کم و بیش بدونن، ولی اینا دیگه از این میرن تا اون موقع. اون موقعی که اینها رو کار میان دیگه اینا این ایرانی میشناسن که امروز جوانه ما میشناسن. ما نه از جوانه خودون میخوایم میتونیم بخوایم که این اون پرشیا رو بشناسن که همین ایرانه، قسم بخوریم که این یه دو مملکت نیست، این نیست، اون منقرض نشده، این مملکت پر افتخار منقرض شده این نیست، این همین مملکت منتها از بد زمانه این وضع شما دارید میبینید، این نیمه تاریک ماه رو دارید میبینید، نه اون نیمه روشنی رو که باید دید و هزار تاریخ دنیا دیده و ما دیدیم. ما هم نمیتونیم، حق نداریم به این جوانمون بگیم تو چرا وطنی رو که ازش غیر از زشتی نشنیدی و ندیدی دوست نداری.
و چرا وقتی میگن کجایی هستی نمیگی ایرانی هستم؟ در داخل مملکت ما هم که اون الان میبینیم، خوشبختانه در داخل مملکت ما نسلی که خیال این کارگردانان فعلی رژیم خیال میکردن که اینها دیگه خواهند اومد و به دست خودشون پرورش خواهند یافت و نظمی رو ادامه خواهند داد که دیگه تا ظهور امام زمان این حکومت الهی رو در دست اونا حفظ کنه و نگاه داره، اون جوان ها الان درست به عکس بدترین مخالفان این نظم قیم و صغیر این آیین در اومدن، ولی این هم در معرض شدیدترین فشار هستن. خودمون میدونیم که اینها رو به چه وضعی دارن میکوبن، برای خاطر اینکه قدرت مقاومتشون رو دست بدن، برای خاطر اینکه اینها هم تبدیل بشن به همون صغیرهای مادام العمری که 4 قرن از زمان صفویه تا حالا در ساختنشون داره کوشش میشه. اینها از همون کسانی بشن که قیافه امام رو در خوره ماه ببینن، از همون بشن که جاروکشی امام رو افتخار کنن، از همون که الان هم به عنوان امام 13 دخیل ببندن، نذر بکنن، زیارتنامه بخونن. برای اینکه این جوانهایی که هنوز پایدار موندن و مقاومن و نمیخوان اینا به عنوان آخرین سنگر سرکوب بشن و تبدیل به اونها بشن که دیگه خطری نباشه، اینا رو در معرض شدیدترین سرکوبی دارن قرار میدن که ما داریم میبینیم، یا به زندان میفرستن یا معتاد میکنن یا وادار به خودکشی میکنن یا وادار به فرار از مملکت میکنن، فرار مغزها، یا بیماری عصبی گرفتارشون میکنن، یا به هر حال به هر نحوی که هست داره الان اقدام میشه که اینها هم از گردونه خارج بشن. ما دیگه دو تا سرمایه واقعی بیشتر برامون نمونده در توی این کشاکش رو، یکی میراث فرهنگی گذشتمونه، یکی نسل آینده‌ای که باید این سرزمین رو اداره بکنه. و وظیفه ما الان اینه که این دو تا سرمایه رو به هم ارتباط بدیم. امروز داره همه سرمایه ها وصل میشن برای اینکه بزرگتر بشن. این گذشته رو دستش رو دست آینده بگذاریم، این جوان ها رو با این میراث فرهنگی گذشته آشنا بکنیم، برای اینکه از این سرمایه بسیار گرانبهایی که دارند و در میون 191 مملکت امروز دنیا فقط چند مملکت در این حد دارند، از این بهره بگیرند برای پایداری امروز خودشون و برای فردای مملکت خودشون. حتی خود ما حقیقتش این که در دوران کوتاه گذشتم که داشت مملکت سر و سامانی از این لحاظ میگرفت باز نمیشناختیم اونقدر که باید، چه برسه به این جوان ها و چه برسه به اون که اون رو به اینا بشناسونیم. علت همین بود که این گذشته تاریخی ما خب مقداری که بر تا آخر ساسانی ها مربوط می شد در اون کتاب سوزی کتاب انهدام کتاب معروفی که متاسفانه خیلی از خودی های ما الان به رسم خیلی از ایران از خاورشناسان منکرش هستن، در دوران تمام دوران اسلامی هم مثل همه دوران رسم اسلامی اصلا عصر ما قبل اسلامی عصر جاهلیت حساب میشد در همه دنیا، و به این دلیل اگر در این دوران کتاب‌های علمی و ریاضی و حکمت و فلسفی زیاد ترجمه شد از زبان‌های مختلف یونانی و ایرانی و هندی و فلان به عربی و به لاتینی، کتاب تاریخی ترجمه نشد، عملا تاریخ ما ناشناخته مونده بود برای خودمون، نه همینطور به طوری که محدود شد به تاریخ نیمه افسانه‌ای
خدای نامه که در شاهنامه خونده بودیم و حتی اینقدر فراموش شده بود که دیگه مثلا شهرها و مجزای ما هم فراموش می شود. مثلا پاسارگاد ما که یکی از منابع تاریخ ماست شده بود مشهد مادر مرغاب، مشهد مادر سلیمان. یعنی نمی دونستن کجاست، خیال می کردن یه امامزاده یا یه مثل مادر سلیمان در اون زمان بوده. یا آزشاده شیر شده بود تخت سلیمان. داستان ما در بهار الانوار مجلسی می گفت قصه های قبل از اسلام اینا قصه رستم و سرخاب بوده. سرخاب حتی براتون چیز بامزه تعریف کنم، در زمان فتحعلی شاه که زمان اول قرن 19 هم، قرن بزرگ ترقی اروپا، قرن روشنگری اروپا، قرنی که اون جهش بزرگ فرهنگی اروپا شروع شده بود، ناپلئون که برنامه‌اش این بود که از راه هند به منافع انگلیس حمله بکنه، نامه به فتحعلی شاه نوشته بود که خیلی تحبیب و خیلی با احترام، و در اون فتحعلی شاه رو وارث شایسته کوروش کبیر اعلام میکنه. اون نامه رو فتحعلی شاه که موجود هم هست از زیرش به صدر اعظمش می‌نویسه که که تحقیق کنید کوروش کبیر کی بوده. این تاریخ ما رو در دو قرن بعد از روشنگری اروپا می‌دونید که قرن 18 هم قرنی بود که اروپا به کلی عوض شد، دوره روشنگریش آغاز شد به دست ولتر، روسو، کانت، هگل و تمام تاریخ رو عوض کردن، تمام دوران گذشته رو عوض کردن با دید دیگری و با دید علمی وارد کار شدن. در آزاد مذهب هم نتیجه این شد که از همون زمان شما رو دست کلیسا گرفتن، کلیسا رو به کلیساش برگردوندن و دولت رو به دولتش، و از همون زمان هم به همین دلیل شد که تمام ترقیات اروپای اروپا و غرب قرن 19 شروع شد تا به اینجا رسید. در این دو قرن مراکز مختلفی وجود داشت در همه جا، من جمله در همه مورد، من جمله در مورد خاورشناسی و ایرانشناسی و مطالعات تاریخی و مذهبی اینا. واقعا در این دو قرن از در تمام جهات برای ما کار کردند و الان ما در این محیط محترم دانشگاه باید از همین دانشگاه و از همه استادان و دانشمندان جهان غرب من جمله همین فرانسه و جایی که فرهنگ و تاریخ ما رو و بقیه ممالک غرب رو، ممالک حضور شرق رو، مال هندوستان، مال چین، مال جاهای بزرگ دیگر رو از تاریکی در آوردند تشکر بکنیم. به هر حال اون که راجع ما کردند خیلی زیاده، به طوری که در کتاب شناسی ماهیار نوابی که بهترین کتاب شناسی در زبان فارسی است، به تنهایی از 12,000 کتاب و رساله اس برده شده که در ارتباط با تمدن و فرهنگ و تاریخ ما قبل اسلامی ایران نوشته شده. از جمله چیزایی که اینها گفتند، خب یکیش مثلا مال اظهار نظر هگل که اول قرن 19 هم، هگل بنیانگذار مکتب فلسفه تاریخ، او میگه که از لحاظ بررسی تاریخی میگه اولین کشور تاریخ ساز دنیا و اولین ملت تاریخ ساز دنیا کشور و ملت ایران بودن. بعد از اون همون ها کشف کردن از روی کشف استوانه کوروش در بین نهرین توسط انگلیس ها، باستانشناس های انگلیسی در قرن 19 هم خود استوانه به دست آوردن، و بعد هم همین متن کار که اون وقت روشن شد که اولین اعلامیه حقوق بشر هم به همین نحوی که من گفتم مال ایران بوده. اولین سازمان ملل متحد دنیا شاهنشاهی بود که خامنه‌ای‌ها به وجود آوردن، برای اینکه تمام مشخصات سازمان ملل متحد درش جمع بود. در مدت چند قرن
این این مملکت یکی از چهار امپراتوری دنیا بود، چین و هند و ایران و بیزانس که در خودش در این حال نماینده یونان و روم بود، و بین اون چهار تا این مملکت حال وسطی رو داشت، وسط این مرکز تلاقی اینها رو داشت و به این ترتیب مرکزی بود که همه چیز از اونجا شروع میشد و همه چیز به اونجا تمام میشد. اینها رو اون اروپایی برام روشن کردن. ولی چیز خیلی جالب هم اینه که از لحاظ مذهبی اینو روشن کردن. اینو برای ما خیلی جالبه که دنیای سامی سه تا آیین توحیدی معروف توحیدی بزرگ به دنیا عرضه کرده که آیین یهودی و آیین مسیحی و آیین اسلام باشن. ایران به تنهایی از طرف خودش من جمله، یعنی از جمله آیین ها که ارائه کرده، نوبت خودش سه آیین زردشتی است و مهری یعنی میترایی و مانوی که اونا هر کدوم به همون اندازه در دنیای باستان گسترش داشتن که اینها داشتن. یعنی حدود گسترششون از اقیانوس کبیر تا اقیانوس اطلس همه آسیا و اروپا، اروپای رومی و شمال افریقا بوده. بررسی های اینها به این نتیجه رسیده. در مورد مذهب زردشتی گفتن که نه فقط این خودش جهانگیر شده بود، شد از چین آثارش هست تا غرب، ولی این مذهبی است که تأثیر بنیادی در هر سه مذهب دیگر گذاشته، مذهب سامی. و اگر این آیین از طریق حمله بابلی کوروش و این دورانی که فلسطین 200 سال جزء امپراتوری ایرانی بود نبود، یعنی این نزدیکی یهودی ها با ایرانی ها نبود، اصلا این بسیاری از اون پندارهایی که در تورات آمده و از تورات به مسیحیت نقل شده و از مسیحیت به اسلام نقل شده، اینا نمی اومد در تورات. و از نمره چیزهایی که گفتن، و جالبه که اولین کسی که اینو گفته مطرح کرد یه خاخام اعظم خود یهود بود به اسم کهوت. از نمره حرف های اینه که تا قبل از اینه که یهودی ها با زردشتی آشنا بشن، در تورات اصلا صحبتی از اون دنیا و از بقای روح و از روز رستاخیز و از روز حساب و از بهشت و جهنم و از ملائک و از شیاطین اصلا مطرح نبود. هیچ کدوم از این دستورها نبود. این فقط یک چیزی بود راجع به این زمین و راجع به همین دوران. و تمام اینها از آیین زردشتی، از معتقدات زردشتی، یعنی نه از خود گاتا و از معتقدات زردشتی راه پیدا کرد به آیین یهود و به آیین‌های دیگه. فهرستی از کتاب‌هایی رو که کتاب‌های درجه اولی که در این باره صحبت کردن من در کتاب تولد دیگر دادم، نقل کردم. در کتاب اسپانیایی هم که صحبت خواهم کرد نقل کردم. در مورد میترایی، در آیین میترایی، آیین اشکانیان بود، آیین مهر، میترا یعنی مهر. لژیون‌های رومی که با ایران در جنگ بودن این آیین رو به پسندیدن و قبول کردن که شد آیین رسمی امپراتوری، آیین رسمی امپراتورهای روم، چون آیین رسمی نداشت در روم، و آیین برتر امپراتوری روم. و وقتی که مسیحیت آمد به روم بعد از در قرن چهارم میلادی، تازه شروع کردند که برای مذهب مسیحیت یه شناسنامه درست کنند، چون هیچ اطلاعی در دست نبود. اینا اومدن با توجه به ریشه‌داری این سنت‌های مهری در روم فکر کردن که بهتره به جای این که تاریخ برای تولد عیسی درست کنن، روز
مقدسی برای اون درست کنن، مراسمی درست کنن، سنت هایی درست کنن، این بیان عین اون چیزایی که مال مهر بوده منتقل کنن به عیسی، یعنی همون تاریخ، همون سنت، همون روز، همون چیزا رو. عیناً همینطور شده. از نمره چیزایی که حالا براتون بگم چون براتون خیلی جالبه و برای دیگران هم جالبه، اینه که به موجب این بررسی ها که اینا کردن، روز 25 دسامبر که روز تولد عیسی شناخته شده و شاخته میشه، روز تولد مهر بوده در طول 4 قرن، اونم روز تولد مهر به خاطر اینکه نه مهری آدم، به خاطر اینکه مهر یعنی خورشید، در این روز روز بالا آمدنه، روز اضافه شدنشه بعد از شب یلدا. روز یک شنبه که روز مقدس مسیحیت اعلام شده، روز مقدس مهر بوده، یعنی روز خورشید. هنوز در زبان انگلیسی و زبان آلمانی این به همین گفته میشه، میگه سندی و میگن زونتگ. این داستان تولد مهر، تولد عیسی از مادر باکره مریم، داستان تولد مهر از مادر باکره به نام آناهیتا، داستان رفتن مجوسانی به راه دور با کمک ستاره به بالای به محل تولد عیسی در یک طویله، یا تمام اینا و 24 مورد دیگری که دقیقاً به این اشاره کردند، همه چیزهایی است که از آیین مهری ما گرفته شده، آیین میترایی گرفته شده. بعد میرسه در زمان ساسانی ها، دوره مانوی، در چین، از ساحل شرقی چین، از اقیانوس کبیر تا ساحل غربی مراکش در اقیانوس اطلس، تمام آثار مانوی در طول تاریخ باقی است، آثار مانوی هایی که زندگی کردند و فکرشون رواج دادند و تأثیری که این مذهب در تمدن‌ها و فرهنگ‌های دنیا کرد و سرکوبگری عجیبی که با این نسبت به این مذهب شد همه جا، به طوری که بزرگترین سرکوبگری تاریخ دنیا، دردناکترین سرکوبگری تاریخ دنیا اسمش رو گذاشتن. بعد به هر حال بعد از اینکه تازه سرکوبش کردن، همین مانویت دوباره به صورت نئومانیکیست، مثلا نومانویت، از راه بلغارستان و شمال و از بالکان که بوسنی شد مملکت مانوی رسما و شمال ایتالیا رفت به جنوب فرانسه، اون نهضت معروف کاتارها رو به وجود آورد که قطعا شما جزء بیش از 100 میلیون توریستی که هر سال طبق حساب فرانسه اونجا رو میبینن، اون قلعه ها و اون چیزهای مونتگیور و اینا رو در جنوب فرانسه دیدید. در جنوب 2 قرن موندن و مانوی های مسیحیت بودند. بعد این تأثیر ایرانی در تمام مذاهب دنیا، تأثیر اندیشه ایرانی، تأثیر فرهنگ ایرانی بعد از غلبه اسلام، خب این ما خود ایران سرکوب شد ولی فرهنگ اسلامی، فرهنگ ایرانی به عنوان عضو اصلی فرهنگ اسلامی موند و سیراب کننده این فرهنگ بود، به طوری که به قول ابن خلدون معروف میگه اگر این رو از فرهنگ عرب بردارن چیز زیادی باقی نمیمونه. ولی به هر حال در کتابی که من در چند سال پیش در اسپانیا تألیف کردم به زبان اسپانیایی راجع به نقش ایران در اسپانیای مسلمان و در اروپا، اونجا ما روشن کردیم که آثار بزرگترین آثاری که از فرهنگ اسلامی به اروپا آمد در قرون وسطا و ترجمه شد به لاتینی و از اونجا به اروپا راه پیدا کرد، مال رازی ها بود، مال ابن سینا ها بود، مال خوارزمی ها بود، مال مجوسی ها بود، معشری ها بود، مال تمام صوفی ها بود، مال چیزایی که بزرگان، مال بزرگان ایرانی بود و بعضی ها که واقعا چیزهای منحصر به فردی در دنیا بود. کتاب الهاوی زکریای رازی
این بزرگترین دعوت المعارف پزشکی جهان اسلام بود، هنوزم که هست، در 30,000 صفحه بود، در سیسیل که یک مرکز فرهنگی بزرگی بود ترجمه کردن به لاتینی. 20 سال ترجمه طول کشید، بعد چاپ شد. این پنجمین کتاب چاپی دنیا بود، در اون برشیا چاپ شد. الان یک نسخه فقط مونده. این یعنی بعد قانون ابن سینا بود که همینطور در اون در تولدو ترجمه شد به لاتینی، بازم 20 سال طول کشید. این کتاب های ایرانی بودن که ترجمه شد به لاتینی و بعد اساس کار دانشگاه های اروپایی که اون موقع هیچ خیلی فقیر بودن از این لحاظ قرار گرفتند. تمام پزشکی این دانشگاه ها، اول موپلیه بعد پاریس، همین دانشگاه سوربن که خب یکی از مراکز پر افتخار این تدریس آثار ابن سینا و زکریا رازی بود، که دو تا تصویر اینا تنها دو تصویری بود که از بزرگان غیر اروپایی در این دانشگاه بود. زمان لوی 11 پادشاه فرانسه یه بیماری داشت که طبیبش گفت که بله من نمیتونم این علاج کنم، ولی شنیدم که علاج این رو زکریای رازی در کتاب خودش آورده و این کتاب یه نسخه در کتابخونه سوربن پیدا میشه. اون موقع کتابخونه سوربن فقط چند کتاب داشت. لوی نوشت و من این رو نمیتونم برم اونجا ببینم، باید سر فرصت ببینم. لوی 11 پیغام به سوربن که اینو به من امانت بدید. گفتن هم چیز نمیشه، برای که این یک چیز از اون مهمتره که ما امانت بدیم و بعدم از کجا تو پس بدیم. بعد چونه زدن بالاخره این به مدیر سندی که الان در این دانشگاه هست و این خیلی سند جالبی است، 12 کیلو یعنی 12 لیور، لیور اون وقت مثل لیور تقریبا بود که موند در فرانسه، یعنی 6 کیلو نقره و 300 کیلو 300 سکه طلا به اضافه قول شرف فرستاد برای اینا که من پس میدم و اینا برای یه هفته بهش دادن و او از در همین یه هفته از روی این کتاب رازی اینا لوی از دام معالجش کرد. این که میگم برای اینکه ما در همین مرکزی هستیم الان، خوشبختانه که یادگارهای فرهنگ ما رو در طول زمان با این ترتیب از این مسیر برده و دو ورته بعد از 1400 سال ما و بعد از 500-600 سال عمر این دانشگاه دوباره ما در همین جا باید صحبت میتونیم صحبت شو بکنیم. این اگر نماینده هیچ چیز نباشه، نماینده اینه که این فرهنگی که ما میراث برش هستیم واقعا چه فرهنگی است و ما چه دینی بهش داریم و دنیا چه دینی بهش داره و البته اونم چه دینی به دنیا داره، ولی این فرهنگ تا چه قدر میباید مورد احترام ما باشه، لااقل مورد نوازش ما باشه و لااقل مورد بیمهری ما نباشه و هست. در همون زمینی که اینها به زبان عربی کتابی نوشتن بزرگان ایرانی و به همین دلیلم عربای ما رو اینا رو به همین دلیل مورخ عرب ابن سینا رو عرب حساب کردن، زکریای رازی هم عرب حساب کردن. زکریای رازی که اسم رازی جزی فامیلش هست کردن، این نویسند طبیب عرب، اونی که عرب همینطور. به هر حال در این زمان زبان با اینکه زبان عربی زبان رسمی امپراتوری عرب بود، دنیای عرب بود، دنیای اسلامی بود و با اینکه زبان ترکی زبان رسمی کشورهای ترک زبانی بود در این موقع دیگه رو کار بودن، با این وصف زبان فارسی بدون شمشیر، بدون شمشیر زن، بدون اینا یک جهانگشایی برای خودش تأمین کرد که از تمام این جهانگشایی های شمشیرکش عثمانی و عرب و اینا بزرگتر بود و جاذبتر و زیباتر، برای اینکه این دیگه زوری به کار نرفته بود، اگر رفته بود با
قول حافظ شیراز که گفت حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت، این فقط حسن این زبون بود و ملاحتش که جهان گشایر باعث شد. قرون شاید 11، 12، 9، 10، 11، 12 هجری بود، یه قدم شاید بیشتر. اون موقع گورکانی، امپراتوری گورکانی در هند بود که زبون رسمی دربارش زبون فارسی بود. امپراتور عثمانی از ترکیه بود تا آخر اروپا، تا آخر مراکش و تا جنوب با قسمت زیادی از بالکان و اینها، که اونم زبون ادبیش زبون فارسی بود. امپراتوری ازبک بود در آسیای مرکزی که اونم زبون رسمی ترکیه بود، زبون ادبیش فارسی بود. تازه در جایی هم که نبود، حتی در چین در اونجا هم زبون ادبی زبان فارسی بود. خیلی هم تعجبه، مثلا ابن بطوطه سیاح معروف عرب، خب عرب بود، تعریف میکنه در سفرنامهش که در نزدیک شانگهای در هانگچو در چین روی رودخونه ای که با سفر تفریحی داشته با امیر، خنیاگران چینی براشون آواز شعر سعدی رو آواز میخوندن و تکرار میکردن. یا تعجب میکنه که نماز هندی ها، چینی ها رو شنیده که به زبان فارسی میخونن، در حالی که خودش بقیه روش به زبان عربی میخوندن. در سوماترا در اندونزی همینطور شعر سعدی رو بالای مقبره قطب بزرگشون میبینه. در سرندیب یک کنیزکی پادشاه به هدیه میده که از اون درس فارسی، ادبیات فارسی میگیره. در سیام، پادشاه سیام از سفیر شاه سلیمان صفوی با شاهنامه خوانای سلطنتی پذیرایی میکنه. در گرجستان ملکه تامارای، ملکه کاترین معروف گرجستان، با شاهنامه خوان رسمیش شعر میخونه تا اینکه به خواب بره هر شب. در از همه جالبتر اینکه در امپراتوری عثمانی، در حالی که در بالکان ده ها شاعر فارسی زبان بودن، در آلبانی، در بوسنی، در اینا، امپراتور و خلیفه عثمانی سلطان سلیم معروف به فارسی شعر میگفته. دیوان فارسیش هم حدیث ده به خلیفه وقت. همینطور شیبکیان عثمانی عثبک به زبان فارسی شعر میگفته. زبان فارسی به سلطان، به شاه اسماعیل فوش میدادن چون در جنگ بودن. شاه اسماعیل به زبان ترکی باشین جواب میده. در تمام دوران صفویه هم عثمانی ها به زبان فارسی شعر میگفتن و حرف زبان ادبیشون بود. خود صفویه زبان رسمی و ادبی زبان ترکی بود، زبان مذهبی زبان عربی بود. ولی در هند مثلا اصلا خاورشناسی، ایرانشناسی برای همین در هند به وجود آمد. اولین ایرانشناسی در هند درست شد که انگلیسایی که آمده بودن در کلکته، پایتخت اول هند، احتیاج داشتن به این که آرشیو سلطنتی هند رو اداره کن، ترجمه کنن. تمام این آرشیو 100 و چند هزار صفحه‌ای به زبان فارسی بود. این بود که ایرانشناسی رو درست کردن، مدرسه ایرانی درست کردن. دو قرن اخیر اروپا نشون داد به ما که دامنه فرهنگ ایران واقعا چی بوده، خدمتش چی بوده. این تاریخ و ادب الان برای اونها روشن شده، منتها متاسفانه اون از راه عمومی، از راه روابط عمومی به مردم نرسیده، به خلاف اون چی که در مورد یونان عمل شده، در مورد لاتین عمل شده، در مورد اخیراً در مورد چین و هند و مصر عمل شده، در مورد ما نشده، برای اینکه خود ما آماده نبودیم. اگر افکار عمومی ندونه، جوانای ما هم نمیدونن، نه جوانای دنیا میدونن نه جوانای ما. الان وظیفه ماست که در این مدت کمی که در امکان داریم، تا اون قدر که میتونیم واقعا این مجموعه اطلاعات راجع به تاریخ، فرهنگ، هنر، مذهب، ادب، اندیشه ایران رو
اون قدری که بدون شوینیسم، بدون تعصب، بدون جانبداری و تقریبا همیشه با مدرک غربی و از زبان خود غربیا به هم جوانهای دنیا که الان ایران رو نمیشناسن، هم جوانهای خودمون که حق دارن به ما بگن که ما ایرانی که نمیشناسیم و سابقش هم نمیدونیم نمیتونیم دوست داشته باشیم. شما شاید علاقه دارید، برای این شناختید، ما نمیتونیم داشته باشیم. و به خصوص به جوانهای خودمون در داخل که اونو الان اختصاصا خدمتتون میگم عرضه بکنیم. کاری که ما باید واقعا بکنیم اینی که فرهنگ واقعیمون رو، اون قدری که اروپایی ها، غربی ها در طول دو قرن به ما دادند، گفتند، و اون قدری که در طول 50 سال اخیر، 60 سال اخیر دانشمندای خود ما، همپای دانشمندای غربی کمک کردن و اون هم از تاریکی بیرون آوردن، در دسترس نسل جوان اون بگذاریم. نسل جوانمون در خارج از ایران که خیلی بیشتر احتیاج دارن، برای اینکه اینها به کلی ارتباطشون با فرهنگ ملیشون قطع شده و اگر این ارتباط با ریشه بیشتر از این، ارتباطشون با ریشه تاریخیشون، ریشه فرهنگیشون قطع بشه، ریشه هویت ملیشون قطع بشه، در واقع مثل اینکه با فرشته نگهبانشون ترک کردن، مثل اینکه با شیشه، چی میگن، شیشه عمرشون رو از دست دادن. برای دنیا هم همینطور، برای اینکه این جوان‌ها باید در آینده اونها بشناسن. اگر در این مدت کم اونها هم شناختن چه بهتر، اگر نه اونها از دید ما، همین ما هم براشون تا اون وقت ممکنه آزاد شده باشیم، حتما هم شدیم، ولی ایران آزاد مثل در حکم افغانستان و در طالبان میشه، ولی اینها دیگه نمیتونن بشناسن که این مملکت غیر از نوع دیگه است، برای خاطر اینکه این یکی از ارکان تمدن دنیاست و غیر از شیخ نشین و غیر از من نمیخوام بهشون توهین بکنم، ولی غیر از ممالکی است که تازه به دنیا اومدن، بعد از جنگ گذاشتن، از استعمار اومدن بیرون، از اینا یک سابقه ای داره که باید دنیا بشناسونه و باید ما بهش بشناسونیم. این رو از دولت، از دستگاه خودمون نمیخواست، نمیشه خواست. دستگاه خودمون یا این رژیمی که الان، رژیم نظمی که الان با ایران حکومت میکنه، من در محیط دانشگاهی نمیخوام وارد بحث مذهبی بشم، الانم نمیشم، اون قسمتی میگم که به فرهنگ مربوط میشه. از نظر فرهنگی اون نسلی رو در پرورش میده که اون نسلی که مورد نیاز ما است نیست. دنباله روی مکتبی است که از زمان صفویه شروع شده. این 4 قرن یا 5 قرن سابقه داره. قضیه تازه نیست. از زمانی که صفویه به خاطر مصلحت خودشون، نه به خاطر علاقه به مذهب، چون که صفویه خودشون از شیخ صفی ارث می بردن که نه شیعه بود و نه سید بود، اصلا سنی بود و خود هیچ وقت هم ادعای انتصاب خاندان علی نکرد. اینو در زمان شاه اسماعیل شجرنامه برش ساختن که نسبش با 20 و چند پشت می رسید به امام حسین کاظم و بعدم به امام حسین. به هر حال در زمان او شیعه که آمد، اینها کم داشتن از راز از راز روحانی شیعه، وارد کردند چون در ایران نبود، از جبل عامل و جبل لبنان و از احسای شام و از بحرین و از قطر و اینها. اینا که آمدن به ایران، هیچ کدوم نه ایران میشناختن، نه ایرانی بودن، نه علاقه به ایران داشتن، نه حتی زبان فارسی میدونستن. از لحاظ فرهنگی هم دشمن فرهنگ ایران بودن. اینا آمدن به نونابی رسیدن، بعدم سید المرسلین چی شدن، نایب سید المرسلین شدن، چی شدن و ولایت فقیه به معنی واقعش از اونجا پا گرفت که شاه طهماسب صفوی
محقق کرکی رو یک از اینا رو به حد نائب امام زمان بالا برد و گفت که حکومت مال توست. او هم قبول کرد و بعد وکالت داد امور دنیوی کار رو مرشد کامل یعنی شاه اسماعیل شاه تماس بداره کنه که بعد زمان شاه عباس شدن کلب آستان علی و از اون زمان قضیه داستانی به اسم ولایت فقیه مد شد. ولی از همون زمان همین روحانیونی که آمدن که 1100 تاشون رو در یک کتاب عمل العامل اسم میبره که باز از اینم بیشتر شدن بعدن، اینا برای اینکه حکومت مطلقه شون در تمام شئون مملکت ادامه پیدا کنه و این کار دیگه بمونه، چیزی نباشه که بعد از سقوط صفوی بعد از فلان خطری متوجه بشه، اینا این برنامه رو طرح کردن که مثلا جامعه ایرانی رو از صورت یه جامعه بالغ و به قول معروف عاقل و رشید بعد در بیارن به صورت جامعه قیم و صغیر، جامعه صغیرهای مادام العمری در خدمت قیمهای مادام العمری، صغیر شرعی و صغیر عرفی، یا جامعه مجتهد و مقلد که فرع دیگری از همینه. بعد از اون تمام دستگاه در دوران صفویه و در از آغاز قاجاریه تا آخر قاجاریه و در دوران اخیر بر همین میگذره که جامعه ایرانی جامعه قیم و صغیر به صورت جامعه قیم و صغیر در بیاد. بله، آقای آیت الله جنتی رئیس مقتدر شورای نگهبان که الان در واقع عملا تمام نظام بعد از رهبر دست اون میگرده، این حکومت رو این نظم رو خیلی روشن خلاصه میکنه که الان نظام ایران بر چی میگرده، بر چه اصلی میگرده. میگه در این بیانیه رسمی است که در 18 بهمن 377 منتشر کرده، یعنی 6 سال پیش تقریبا. آقای جنتی میگه آل محمد در بیانیهش، آل محمد که اداره نظام و حکومتی ولایت فقیه را بر عهده دارند، پدر امت و عهده‌دار هدایت و ارشاد او هستند. یعنی بدون وجود آنها امت حال یتیمی را دارد که سایه پدر از سرش کوتاه شده باشد. وظیفه شرعی جانشینان ائمه اطهار این است که از این صغیران کفالت کنند و درست مانند قیمی که بعد از پدر متکفل اداره امور ایتام می شود. در تکمیل این آیت الله دیگری به اسم شیرازی در شیراز از آقای مشکینی رئیس شورای خبرگان که باز از گردانندگان درجه اول رژیم هستند نقل میکنند که گردانندگان ولایت فقیه حکم پیامبران را دارند و اطاعت از ایشان وظیفه شرعی است و حضرت ولی فقیه نماینده خداوند در روی زمینند و از طریق اوست که اعضای شورای نگهبان با سرچشمه وحی اتصال دارند. بنابراین هر ایرادی که بر آنها گرفته شود جسارتی است که نسبت به خداوند صورت گرفته است. این وضع این قانون است که الان ایران ما رو اداره میکنه. فرهنگ که ما دنبالش هستیم و من ازش دارم دفاع میکنم فرهنگی است که رو پایه آدمای بالغ تکیه داره، رو پایه ملت رشیدی که 3000 سال عده‌ای از رشیدترین آدمای دنیا رو، رشید به معنی پخته فهمیده بالغ، از متفکرین دنیا رو، از اندیشمندان دنیا رو به دنیا عرضه داشته و همین دنیای همین جامعه اسلامی رو همین فرهنگ ایرانی سیراب کرده و الانم غرب خودش رو مدیون این میدونه و اعتراف میکنه.
تا حد زیادی. فرهنگی که الان دستگاه حاکمه ما دنبالش میره فرهنگ صغیره، فرهنگ صغیر پروریه. یکی از نویسنده های شوخ ما اینو فرهنگ دام پروری اسمش گذاشته بود. این تجدید وحدت جغرافیای ایران که کار صفویه بود و بزرگترین کارشون هم بود و ما براش با کمال احترام رو داریم، این فقط نیمه روشن ماهه و این نیمه تاریکی هم داشته که ما هیچ وقت فکرش نکردیم. و اون اینه که وقتی اینا در این بنای این کاخ وحدت ایران ساختن، یه موریانه هم توش جا دادن که اینا رفتن نمونه موند و موریانه کار خودشو در طول زمان انجام داد، برای اینکه در آخر کار این بنا رو یک جا بریزونه از هم دیگه. و حالا صفویه رفت و بناش هم رفت، خوشبختانه وحدت ما موند ولی موریانه هم موند و فرهنگ ما فرهنگ این موریانه خیز نیست. فرهنگ واقعی ایرانی این فرهنگ مرگ و عزایی که از زمان صفویه، از زمانی که وزیر روزخانی به اروپا فرستادن و تمام این مراسم رو از اونجا یاد گرفتن آوردن که در ایران سابقه نداشت، و این فرهنگ نیست. فرهنگ خرافات و دعای کمیل و دعای نمیم چی و چله نشستن و ورد خوندن و جادو جنبل و نمیم زعفر جنی و اینا نیست. فرهنگ ما فرهنگ قضا و قدری نیست، فرهنگ عبودیت نیست، فرهنگ تقدیر پذیری نیست. یعنی در فرهنگ واقعی ما باید روشن بشه برای اینا که درست خلاف اینه. یعنی در اون فرد بنده بی اختیار خداوند نیست، بلکه یار و یاور خداوند در پیکار او علیه شر، علیه اهریمن. و هم به موجب گاتهای معروف یاورمونه، یعنی پیرو، یعنی همکارمونه در این. همینطور فرهنگ ما فرهنگ اختیاره، فرهنگ جبر نیست. یعنی مرد انسان مسئول اون کاریست که میکنه و مختارم هست در اون کاری راهی که انتخاب میکنه. همینطور فرهنگ شادیه. در فرهنگ ما مرگ و به ناخوشی که ما در اینجا ما تجلیل میکنیم در مذهب فعلیمون، در مذهب ساختگی شیعه خودمون، ساختگی دوره صفحه بعد خودمون، در اونجا این مرگ و عذاب، مرگ و درد چیزهای نمایندگاه اهریمن حساب میشن. یعنی هیچ کدوم مورد قبول نیستن، هیچ کدوم مورد احترام نیستن. اون فرهنگ زندگی است، فرهنگ تندرستی، فرهنگ شادی و فرهنگ سازندگی. همینطور فرهنگ تقیه، دروغ شرعی، فرهنگ کلا شرعی، فرهنگ نظر دادن، فرهنگ نمیدونم تقلب کردن پول شرعی دادن و باقیش خریدن، این فرهنگ نیست فرهنگ ایرانی. باید ما اصولاً یک تغییر اساسی اگر بخوایم بدیم در این برهه‌ای که کار به اینجا رسیده، پایه یک فرهنگ اساسی، یک تغییر اساسی بریزیم. یعنی زمینه یک تحول اساسی رو فراهم بکنیم. تحول این که ملت، مردم ما بعد از این همه مدت، ما اگر پایه تازه می‌ریزیم، پایه آینده ایران بر روی یک فرهنگ ایرانی قوی، مصمم، روشن، متکی به ریشه های هویت ملی، ریشه های هویت فرهنگی، ریشه های باستانی ما جون بگیره. و نه فقط اینی که در طول 400 ساله اخیر صفوی بعد برای ما آوردن که فرهنگ صغیر پروریه. باید برای همیشه به این دوره صغیر پروری خاتمه بدیم. و اون کی خاتمه بده؟ باید این نسل جوانی که در ایران باید رو کار بیان و باید آینده فردا ایران رو بسازن بر پایه
یک نیروی یک اصل اساس فرمانیاد زیربنایی فرهنگی، زیربنای فرهنگی روشن و استوار و معینی که هم دنیا پسند باشه، هم مال آینده آینده نگر باشه، هم با گذشته ما تطبیق بکنه و هم ضامن زندگی ما باشه، ضامن ذلتمون مثل این که تا الان بوده نباشه. این رو باید، پیشنهاد من این بود که من امروز این موضوع رو مطرح بکنم و بخوام که واقعا از فرهنگی‌های ما، از مغزهای ما در اینجا هستن، از همه کسانی که علاقه‌مندن میدونن به آینده این فرزندان خودشون، فرزندان ما، فرزندان مملکت، کمک بخوام، کمک فکری بخوام و همکاری فکری بخوام که هممون با هم ببینیم یک برنامه کوتاه مدت فوری درست کنیم از راه استفاده از تمام وسایل امروز فوق العاده مؤثر، فوق العاده مهم ارتباطی، از تلویزیون، از تلویزیون‌های ماهواره‌ای که در ایران پخش میشه، از رادیوها، از روزنامه‌ها، از فکس، از به خصوص از این رابطه اینترنتی که الان هست و اونی که غالبا نمیتونن جلوشو بگیرند و از هر وسیله‌ای شده برای استفاده کنیم، برای اینکه این نسل جوانی رو که الان مورد شدیدترین سرکوبی ها قرار داره، برای اینکه آخرین کاره ایست به قول فرنگی ها که به قول جنگ واترلو که ایستاده در مقابل این صغیر سازی که مورد علاقه نظم حاکم بر ایران، به اینا کمک بکنیم، از هر وسیله شده بهشون نیرو برسونیم، فکر برسونیم، تقویت روحی بکنیم، کمک بکنیم و این همراهیمون رو حفظ بکنیم، از طور مصمم بشیم امروز با هم این پایه رو بریزیم که در کوتاه مدت با به هر وسیله میتونیم با بهترین، با استفاده از کلیه وسایلی که در اختیار داریم و خیلی هم زیاد امروز، هم فکری بین المللی خوب که داریم، یعنی اول سیاست ها به خاطر منافع خودشون اونقدر که باید موافق ما نباشند، با دولت، با طبق معمول همیشگی با منافعشون، منافع دولت چیزای وقت مثلا با نوکر خان نباشند، نوکر خان باشند، نوکر بانجو نباشند، با اونا سرکار داره، اونا رو بگذاریم، ولی افکار عمومی هنوز سالم دنیا، اون طرفدار ماست، برای اینکه طرفدار واقعا شرافت، طرفدار آینده بینی، طرفدار عدالت و این همه سازمانایی که اصلا همینطور همه این نیروهایی که ما داریم اینا رو در خدمت این مبارزه اینها و آشنایی دنیا با مبارزه اینها و آشنایی دنیا با این وضعی که ما داریم به کار ببریم، برای اینکه این نیرو در ایران بمونه، نه برای اینکه با این مبارزه صغیرسازی، با این کوشش صغیرسازی حد اکثر مبارزه بشه.